به نام خدا، وحید فرزان هستم. 11 قسمت از دوره آموزش اکسل 2013 رو با هم شروع میکنیم. قبل از اینکه دوره رو شروع کنیم، طبق معمول باید عرض کنم که اگر به وبسایت ما به آدرس www.fardanish.ir مراجعه کنید، تو این بخش دوره جامعه اکسل 2013 میتونید ویدئوی همه قسمت ها رو ببینید. به ویدئوی هر قسمت که مراجعه کنید، علاوه بر فریم مشاهده اون ویدئو توی سایت آپارات، البته ما ویدئوها رو داخل یوتیوب هم گذاشتیم، منتها خب طبیعتاً آپارات برای دوستانی که داخل ایران هستند دسترسیش راحت‌تر. پس فریم آپارات رو اینجا دارید، میتونید ببینید و همینطور لینک دانلود ویدئو و فایل های اکسلی که توی ویدئو باش کار میشه رو از دو تا سرور مختلفی که سرور پرشینگی که هم سرور خارجی میتونید با کیفیت بالا داشته باشید و ویدئو و بقیه فایل های دوره رو دانلود کنید. همچنین اگه بخواید از ویدئوهای جدید ما مطلع بشید، میتونید تو این بخش خبرنامه سایت آدرس ایمیلتون رو وارد کنید. خبرنامه ما با فید برنر گوگل، برای همین عضویتش با یه ایمیل تاییدی که به ایمیلتون فرستاده میشه تکمیل میشه و تا اون لینک اونجا رو کلیک نکنید عضویتتون تکمیل نمیشه. ولی محتوا توسط خود گوگل ارسال میشه، یعنی پیام تبلیغاتی طبیعتاً نداره. گوگل به محض درج مطلب جدید براتون یه ایمیل میفرسته و میگه توی این سایت مطلب درج شده. اگه هم نحوه عضویت سخت بود، میتونید راهنمای نحوه عضویت در خبرنامه فردانش رو اینجا مراجعه کنید بهش و این داستان چجوری. خب ما با فرمول نویسی و با محاسبات توی اکسل کارمون شروع کردیم و خب یه سری تابه بود که باهاشون صحبت کردیم. البته محاسبات ما تموم نشده، منتها من به دلایلی فکر میکنم که در این نقطه بهتره که ما این مقدار راجع به ابزارهای اکسل صحبت کنیم، بعد برگردیم محاسبات رو ادامه بدیم. از گروه تابع اکسل تابع بیشتری هست که من میخوام راجع بهشون صحبت کنم. مثلا فرض کنید تابع مالی اکسل رو ما راجع بهش صحبت نکردیم. عرض کنم خدمت شما که توی توابع استاتیستیکال اکسل یا توابع آماری اکسل خب میشه راجع به خیلی از توابعی که اینجا از صحبت کرد، منتها این ترتیبی که برای ارائه موضوعات انتخاب شده ترتیب اولویت و اهمیت و به این دلیل ما الان میخوام بریم سراغ ابزارهای اکسل. اولین ابزاری که باش آشنا میشیم ابزار کاندیشنال فرمتینگ که فوق العاده ابزار مهم نیست. به خاطر اینکه کاندیشنال فرمتینگ رو بهتر متوجه بشیم، من توی این محدوده یه سری عدد تصادفی تولید میکنم چون وقت ندارم که اینا رو تایپ کنم. یه سری با تابع رند بیتوین که خب دقیقاً به همین منظور گذاشته شده، من یک مجموعه اعداد تصادفی تولید میکنم و اینو کپی میکنم و پیس اسپشیال ولیو میکنم که اینا دیگه تابع نباشه. خب بریم سراغ کاندیشنال فرمتینگ. کاندیشنال فرمتینگ در واقع داره به فرمت مشروط اشاره میکنه. حالا قبل از اینکه بگیم فرمت کاندیشنال یعنی چی، راجع به خود فرمت صحبت کنیم. من نمیخوام وقت شما رو بگیرم. فکر میکنم شما الان هر کتاب اکسل یا دوره اکسل مقدماتی رو که شرکت کنید، ساعت‌ها وقتتون صرف این موضوعات فرمتینگ اکسل میشه. مثل اینکه فونت‌ها و نمیدونم رنگ‌ها و بوردرها رو چجوری میشه تعریف کرد، چجوری میشه سلول‌ها رو در هم مرج کرد و ابزارهایی که شما اینجا میتونید ببینید. یعنی این بخش فونت و الاینمنت رو خیلی با راجبش صحبت میشه. برای همین فرمت به طور کلی، یعنی این سه تا بخشی که توی روبان هوم شما میبینید که خب بخش نامبرش جای بحث زیاد داره، ولی راجع به رنگ و تراز و بوردر و اینا حتما شما میدونید، ما راجع به اینا صحبتی نمیکنیم. میخوام فرمت کاندیشنال رو یاد بگیریم. فرمت کاندیشنال یه فرمت مشروط، فرمتی که شکل ظاهریش به طور خودکار و بر اساس مقداری که داخل سلول درد میشه تغییر کنه. مثال فرض کنید شما یه لیست پرسنل دارید، میخواییم به طور خودکار اون 5 نفری که بیشترین غیبت رو داشتن اسمشون قرمز نشون داده بشه. فرض کنید شما تو لیست مشتری هاتون میخواییم مشتری بیش از 3 تا فاکتور با تأخیر داره اسمش با رنگ متفاوت نشون داده بشه. توی لیست فروش میخواییم کالاهایی که 5 تا کالایی که بیشترین فروش رو داشتن با رنگ سبز نشون داده بشن. یعنی شکل ظاهری که به طور خودکار و اساس مقدار تغییر کنه و این همون کاری است که کاندیشنال فرمتینگ با قدرت بالا انجام میده. برای استفاده از کاندیشنال فرمتینگ اول باید یه محدوده رو انتخاب کنید، یعنی محدوده‌ای که می‌خوایم به اون فرمت مشروط بدید. بعد ببینید توی
دراپ داون کاندیشنال فرمتینگ توی تب هوم. البته توجه کنید که اکسل 2013 اومده اینا رو توی سلکتورتون گذاشته. همونطور که اینجا الان ملاحظه میکنید وقتی من یه ناحیه سلکت میکنم یه کادر به این شکل بر من باز میشه و آیتم های کاندیشنال فرمتینگ همون چیزی که اون بالا هست رو تقریبا البته من این پایین هم دارم. اون تا من به دلیلی از اینجا آدرس میدم، حالا دیگه بسته سریقتون ممکنه شما بعداً راحت‌تر باشید که به این روش مثلا به آیتم دیتا بار دسترسی داشته باشید، ولی من آدرس رو از اینجا میدم. خب بریم گزینه‌ها رو با هم یاد بگیریم. اینا پنل های تعریف شرط از پیش تعریف شده است. هایلایت سل رولز کدوم ها رو؟ greater than بزرگتر از اونهایی که بزرگتر از این عدد 48 رو خودش تصادفی آورد، البته تصادفی که بر اساس مقدار اطلاعات من. مگه اونهایی که بزرگتر از 80 هستند رو ببینید هنوز اوکی نکردم، داره بزرگتر از 80 رو من نشون میده. اینجا به من نشون بده چجوری این 4 5 تایی که اینجا میبینید، 6 تایی که میبینید، اینا فرمت های از پیش تعریف شده است. اگه بخونید معنیش هم کاملا مشخصه. light red fill with dark red text. خب قرمز روشن، قرمز روشن زمینه و قرمز تیره متن، یا مثلا فرض کنید گل و نمیدونم فلان. شما میتونید این فرمت ها رو استفاده کنید یا میتونید با استفاده از گزینه کاستم فرمت خودتون فرمت بدید. یعنی بگید آقای اکسل یا خانم اکسل برای من تمام مقادیر بزرگتر از 80 رو داخل این محدوده به این شکلی که من میگم فرمت کن. چطوری؟ مثلا میگم که رنگشون آبی باشه، حالا اگه این آبیه من یه مقدار کور رنگی دارم، بعد بول هم باشن، فیل یا زمینشون زرد باشه، بوردر هم حالا مثلا یه پایینشون هم یه بوردری باشه. بریم اوکی کنیم. هنوز اوکی نکردم، اینجا نتیجه رو میبینید و اوکی نهایی و اینم نتیجه. اگر اینجا من عدد بالای 80 بنویسم فرمتش به این شکل تغییر میکنه، و اگه عدد پایین 80 بنویسم فرمت قبلی به طور خودکار پاک میشه. من به دلیلی که جلوتر عرض میکنم تمرین بعدی رو روی ستون بعدی انجام میدم. خب پس این معنیش خیلی مشخص بود، اونایی که بزرگتر از فلان هستن به شکل فلان نشون داده شون. بعدی لستن کوچیکتر از، این همون قبلی است، برای همین تکرار نمیکنم. اونایی که کوچیکتر از مثلا مقدار سی هستن به شکل فلان نشون بده. من کنسل میزنم که بتونم بعدی رو انتخاب کنم. بیتوین اونهایی که بین دو مقدار فرض کنید 50 و مثلا 70 هستند رو این دفعه میایم میگیم که کاستم فرمتش اینجوری باشه که مثلا فونتشون آندرلاین دابل داشته باشه با رنگ قرمز، دورش هم یه بوردر کامل بذاره، زمینم بهش نمیدیم اوکی و اوکی. اینجا دارید میبینید احتمالا که اونهایی که بین 50 تا 70 هستن به این شکل نشون داده میشه. بعدی equal to برابر با، اونهایی که دقیقا برابر با مقدار فلان هستن. یعنی اگه بخوام دقیقا 70 ها یا اونهایی که مثلا اسمشون حالا یه مقدار خاص هستن، مثلا اگه اینجا بنویسم فرض کنید که چه میدونم حالا تهران، البته به این لیستی محدوده که انتخاب کردم نمیخوره، ولی به عنوان مثال دارم میگم. یعنی تو لیستی که من دارم همه تهران ها رو فرمت خاص بهش کنسل میذاریم که بتونیم بعدی رو با هم ببینیم. text that contain، اونهایی که در واقع متنشون شامل فلان میشود. به خاطر اینکه رو بهتر ببینیم من میام اینجا چند تا چیز مینویسم، یا شاید بهتره که توی یک شیت دیگه انجام بدم، چند تا اسم می نویسم و میام اینجا میگم که اونهایی که مثلا توی اسمشون عرض کنم خدمت شما که حرف دی هست رو میخوام مشخص کنم، مقدار رو انتخاب کنم، میام میگم که conditional formatting text that contain، اونهایی که شامل دی هستند مثلا به فرمت رنگ زمینه سبز نشون داده بشن اوکی و اوکی. ببینید پس میشه اینو به این شکل داد، تکست هایی که متنشون شامل فلان است. برگردیم رو اعداد قبلیمون،
خب دیتا که راجع به تاریخ صحبت میکنه، دوباره میتونیم بگیم اگر تو این سل محدود من تاریخ داشته باشم، البته حتما میدونید که منظور ما از تاریخ تاریخ میلادی، اکسل چیزی به اسم تاریخ شمسی کلا نمیفهمه. اگه به من اعتماد کنید و با ما تو این دوره همراه باشید، جایی که فرمت های سفارشی رو صحبت میکنیم راجع به معنای تاریخ شمسی تو اکسل مفصل صحبت میکنیم، ولی اجالتا بدونیم اکسل تاریخ شمسی اساسا نمیفهمه. همه این چیزایی که به عنوان توابع تاریخ شمسی معرفی میشه، اینا مبدل های شمسی به میلادی هستن، یعنی شمسی رو با فرمول های تبدیل میکنن به میلادی، چون اکسل میلادی میفهمه. علایال اگر اینجا تاریخ بود می‌دونستن یه اونهایی که تاریخ مثلا دیروز یا فردا یا حالا بقیه آیتم‌ها که معنیش مشخصه دارن رو به فرمت فلان برام مشخص کن. بریم بعدی. توی ما تو دسته اول بودیم و این گزینه‌ام خیلی جذابه. دوپلیکیت ولیو، مقادیر تکراری. حالا فعلا فرض کنید فرمت قرمز اوکیه و اوکی میزنه. ببینید اینا همه تکراریه. کاری نداره چند تا 21 داره و 21 کار اینجوری نشون میده و باز کاری نداره چند تا 74 هست یا چند تا 94، همه رو به یه شکل با یه رنگ تکرار نشون میده. حالا اگه من این 21 رو کنم 23، چون دیگه تو این لیست 23 وجود نداره، طبیعتاً 21 از این حالت در میاد. پس یه معیار مهم برای که من وقتی دارم اطلاعاتی رو وارد میکنم بفهمم که آیا اطلاعاتی تکراری هست یا نه. وقتی که من دارم این مسیر رو توی کاندیشنال فرمتینگ میرم، مسیر دوپلیکیت ولیو رو میتونم اینجا به جای دوپلیکیت آیتم یونیک رو انتخاب کنم، یعنی بگم برعکس اونایی که یونیک هستن یا یکتا هستن رو برای من به این شکل، به شکلی که حالا اینجا مشخص میکنم معلوم کنم. برگردیم. من دسته اول رو بهتون توضیح دادم، هایلایت سل روز با این شرط ها، بزرگتر از، کوچیکتر از، بین و الاخ. بریم سراغ دسته بعد که خیلی مهمه، تاپ باتم رولز. تاپ باتم رولز به شما اجازه میده چند تایی که از بقیه بیشترند یا چند تایی که از بقیه کمترند رو به رنگ دلخواه مشخص کنید. خب ببینیم یعنی چی. من میام تاپ باتم رولز رو انتخاب میکنم، میگم تاپ 10 آیتمز، بعد به جای 10ش البته مثلا میگم عدد 3 تاپ، یا حالا عدد 2 تاپ 2 آیتمز رو، یا اون دوتایی که از بقیه بزرگتر هستند رو به رنگ زمینه زرد به من نشون بده. اوکی و اوکی. ببینید اگه اینجا این عدد رو بکنم مثلا 123 و اینتر بزنم، طبیعتا اون دوتایی بزرگتر تغییر میکنه. این تاپ 10 آیتم میتونه پرسنت هم تبدیل بشه، یعنی اون چند تایی که از بقیه بیشترن، البته نه بر اساس تعداد، بر اساس درصد. اینو میذارم روی عدد 15 یا روی 20، مثلا میگم 20% اطلاعاتی که از بقیه بیشتر هستند رو برای من به رنگ قرمز مشخص کن که اینجا داره نشون میده من انجام نمیدم، کنسل میزنم. و به همین قاعده باتم 10 آیتمز، اونایی که از بقیه کمترن بر اساس تعداد و اونایی که بر اساس بقیه کمترن بر اساس درصد. above average و below average هم که خب میدونید حتما تو آمار خیلی مهمه، داده های بالا و پایین میانگین. اگه من above average رو انتخاب کنم و اینجا یه فرمت بدم، مثلا فرمت فرض کنید چه میدونم green فلان و اوکی بزنم، اینجا این رنگ ها داره من نشون میده که این داده ها از میانگین بالاترند. به عبارتی با این رنگ ها میشه توزیع داده ها رو فهمید که ما بتونیم بفهمیم توزیع اطلاعاتمون چطوره، بالا میانگین، آیا اطلاعات کمی داریم یا اطلاعات زیاد. و همینطور بیلو اوریج معنیش مشخص. آیتم بعدی آیتم دیتا بار هست که یه نوار رنگی کنار اطلاعات شما میذاره. نگاه کنید مثلا من این رنگ رو انتخاب میکنم. حتما شما مثل من قبول دارید که اگر این جلوی کسی گذاشته بشه، به طور ناخودآگاه توجهش به رنگ ها جلب میشه تا به اعداد. به عبارت دیگه یه راه خیلی ساده و قوی است برای اینکه با یه چیزی شبیه نمودار، با یه ویوی گرافیکی شما به کاربر بگیر کدوم مقدار از بقیه، کدوم آیتم از بقیه مقدارش بیشتره با این ستون رنگی که اینجا میذارید. بریم سراغ بعدی. کالر اسکیل میاد یه طیف رنگ میده. مثلا من این رنگو، من کدومو انتخاب کنیم که بهتر باشه، هرچند خیلی فرق نمیکنه، ولی من نوبال یه طیف متنوع ترم. مثلا اگه رنگ ها رو نگاه کنید خودتون متوجه میشید که هرچه آبی تره یعنی مقدار بیشتره و هرچی
سبزتر یعنی مقدار کمتره، اون قرمز اون میانی ها رو داره نشون میده. این رنگ ها از کجا انتخاب شدن بعدم جلوتر که بریم عرض میکنم، فعلا فقط داریم تمرین میکنیم یا بازی میکنیم به عبارتی با این آیتم ها. و آیکون ست که معنی این خیلی گویاست، مثلا این دست آیکون که من خیلی بهش علاقه دارم. دوباره نگاه کنید، اگر اینو شما جلوی کسی بذارید به طور ناخودآگاه توجهش به این آیکونا جلب میشه تا به این اعداد سمت این اعداد، و این یعنی آیکون پر داره نشون میده این عدد از بقیه بیشتره و این نشون میده این عدد از بقیه کمتره، و این آیکونایی مثلا به این شکل که حالا نداریم میگه که خب از مقدارهای ماکسیموم یک کمی پایین تره. علی هر حال این آیکونا خیلی گویا هستن. خب تا اینجا تموم شد. عرض کنم خدمتتون که چند دقیقه رفتیم؟ 15 دقیقه. چیزی که میخوام بگم اینه که شما این شرط هایی که اینجا الان گفتیم و میتونید کاستومایزش هم بکنید. یعنی چی؟ یعنی میتونید خودتون یه مقدار اینا رو ویرایش کنید. مثلا شما میگید آقا من اینو میخوام ولی رنگاش نمیخوام اینا باشه، یا روی این میخوام نظر بدیم، یا به هر شکل دیگه. شما میتونید اینو مقدار رو انتخاب کنید، به جای اینکه اینجا توی هر دسته میرید آیتم رو انتخاب کنید روی گزینه مور رولز بزنید که پایین هر دسته میتونید ببینیدش، یا میتونید یه کار اساسی تر انجام بدید، خودتون اینجا نیو رول بزنید. نیو رول که بزنید همون قابلیت های کاندیشنال فرمتینگ فقط خیلی قوی تر براتون باز میشه. قوی تر یعنی شما اجازه دارید تعریفش کنید. حالا چطور؟ مثلا این نوار این طیف‌های رنگی که اینجا بود یادتون میاد، اینجا من میتونم بگم که مثلا طیف چند رنگ میخوام، طیف سه رنگ میخوام، بعد میتونم بگم که رنگ سمت چپش یا رنگ طیف مینیمومش چی باشه، رنگ ماکسیمومش چی باشه و رنگ میانیش چی باشه، بعد میتونم بگم تا کجا بر اساس درصد تا کجا به قرمز گرایش پیدا کنه، یا تا کجا به رنگ زرد یا به رنگ مقدار کم گرایش پیدا کنه. یعنی شما میتونید تعریف کنید به دیتیل اینا رو. وقتی من اوکی بزنم خب این قاعده به این شکل اعمال میشه. یه بار دیگه نیورون دیگه چی داره اینجا؟ مثلا فرض کنید شما آیکون ست رو میخواید، شما میتونید بگید که خب اوکی آیکون ست، میتونید بگید که خب کدوم آیکون رو میخوام، مثلا من این آیکون رو میخوام، بعد میتونید بگید این بالاییه رو برای داده های بالای 90% یا درصد بده، برای داده های مثلا فرض کنید 65 به بالا اینو بده، و به همین ترتیب بقیه رو ویرایش کنید. ببینید بعدی نیورول، به همین ترتیب میتونید روی هر کدوم از این دسته ها برید و اگر کمی کنجکاو باشید میتونید موضوعات جالبی اینجا ببینید. مثلا فرض کنید اینجا توی فرمت only cells that contain اینجا گفته cell value مثلا between بین فلان و فلان، بین نباشد not between، equal to که خب equal to رو اونجا داشتیم، not equal to رو اونجا نداشتیم، یعنی توی آیتم هایی که توی منوه بود not equal to نبود، فقط equal بود. greater than یا بزرگتر از رو داشتیم، less than یا کوچکتر از رو داشتیم، greater than or equal to یا بزرگتر مساوی رو نداشتیم. حالا یاد میتونیم اگه کنجکاو باشید تو اینا آیتم های جالبی ببینید. مثلا فرض کنید ارور، من میتونم بگم اونایی که ارور دارند رو برای من به فرمت قرمز مشخص کن، اوکی و اوکی. حالا اگر اینا توی اینا سلی دارای خطا باشه، مثلا من اینجا میسم 7 تقسیم بر 0، ببینید به اون شکل نشون داده میشه. بعدی نیورون، دسته بعد همون تاپ 10 آیتم و پرسنت رو اینجا میشه به یه شکل دیگه ای داد. آیتم هایی که اینجا هست خب طبیعتا اونجا هم بود، حرف زیادی ندارم. دسته بعد راجب اباف اوریج و بیلو اوریج داشتیم که البته اینجا علاوه بر بالا و پایین اوریج راجب وابستگی به واریانس و انحراف معیار هم صحبت میکنه که میتونید انتخاب کنید. راجب دوپلیکیت و یونیک هم خب اونجا بود، ما حرف زیادی براشون نداریم. این آخرین مهمترین موضوعیه که شما باید بدونید. البته شما اگر کاربر اکسل پیشرفته هست، یعنی چی؟ همه این قابلیت هایی که به عنوان کاندیشنال فرمتینگ من بهتون عرض کردم قابلیت هایی است که شما رو البته بهتون کمک میکنه ولی همه نیازتون رو جواب نمیده. مثال فرض کنید که ما میخواییم یه کاری کنیم که توی محدوده توی اسمهای ما یا توی تکست های ما
اگر حرف سوم ستاره بود قرمز شود. حرف توجه کنید عرض منو، اگر حرف سوم ستاره بود، مثلا ما میخوایم یه کاری کنیم که اگر تکستی که ما نوشتیم بین 3 تا 6 حرف بود به یه شکل خاص نشون داده بشه، یا خیلی شرط های خاص دیگه. برای این حالات دیگه آیتم هایی از پیش تعریف شده که اینجا دارید میبینید جواب نمیده، باید دسته آخر رو انتخاب کنید و اینجا فرمول بنویسید. فرمول‌نویسی که البته این مقدار پیچیده است، ما توی دورهای بعدی راجبش صحبت میکنیم، ولی اینجا توی این بخش متاسفانه چیزی در این موضوع برگفتن ندارم. فقط اگر علاقه دارید به چالش داشتن یا به چالش توی اکسل، دعوت میکنم شما رو به این که اینجا فرمول‌نویسی رو تمرین کنید. به عنوان یه هینت هم عرض میکنم فرمول‌ها اینجا فرمول‌های لاجیکال هستند، یعنی جوابشون ترو یا فالس. خب و آخرین نکته قبل از تمام کردن ویدیو اینه که شما اگر یه محدوده انتخاب کنید، مثلا بیاین بگید که خب اونهایی که بزرگتر از 80 هستند قرمز، بعد دوباره بیاین همون محدوده رو انتخاب کنید بگید اونهایی که کمتر از مثلا 30 هستند به رنگ زرد دیده بشن، این دوتا شرط روی یه محدوده با هم اعمال شدن. ممکنه شما بخواید شرط اول رو پاک کنید یا ویرایش کنید یا هر دوتا شرط رو پاک کنید. برای ویرایش یا حذف شرط ها کافی محدوده رو انتخاب کنید، بیاین توی کاندیشنال فرمتینگ گزینه منیج رول رو بزنید. منیج رول شرط ها رو بهتون نشون میده، شما میتونید شرطی رو انتخاب کنید با دکمه دیلیت رولی که اینجا هست رو دیلیت کنید، با دکمه ادیت رول رول رو ویرایش کنید، و اگر بخواید رول جدیدی به این اضافه کنید، مثلا فرض کنید من گفتم کوچکتر از 30 ها زرد، میخوام اینو اصلاح کنم، میام میگم که اینو انتخاب میکنم، میگم ادیت کن برای من رول رو، به جای 30 میذارم مقدار 35 و اوکی میذارم. یه ستونی هم این آخر است که خیلی جذابه اگه بدونید، و اونم اینه که ممکنه شرط هایی که شما اینجا مینویسید با هم اوورلپ یا همپوشانی داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی شما یه بار بگید 50 به بالا رو قرمز کن، یه بار بگید 80 به بالا رو زرد کن، بعد یه عدد داشته باشید 85 به حکم اولی باید قرمز شه، به حکم دومی باید زرد شه، حالا کدوم رو اجرا کنه؟ طبیعتاً اون که تو این ترتیب از بقیه بالاتره. اگر تیک این گزینه رو اینجا بذارید میگید stop if true، یعنی اگر این شرط به یه سلی صدق کرد دیگه شرط های پایینی رو بهش اعمال نکن، و به محض اینکه این شرط روش صدق کرد این فرمت رو بهش اعمال کن و تموم کن کار رو. که البته تو این مثال ما چون این دو تا شرط اوورلپ هم ندارن، تیک زدن یا نزدن این گزینه ها ربطی یعنی کمکی نمیکنه. من اوکی میزنم، شرط من تغییر کرد، الان به جای 30 ها 35 ها به 35 به پایین ها زرد میشن. و در آخر این که اگر بخواید شرط هایی رو پاک کنید، میان کلیر رول رو میزنید، from selected cells رول های محدوده انتخاب شده رو پاک میکنه، و clear rule from entire sheet رول های کل شیت رو برای شما پاک میکنه. خب عرض کنم خدمت شما که زمانش هم کمی طولانی شد، ولی موضوع conditional formatting بود. من دعوت میکنم شما رو به این که تو این موضوع کار کنید، چون فوق العاده مهم، ابزار قوی است که اکسل داده برای ساختن جلوه های گزارش مانند بر مبنای اطلاعات. متشکرم از اینکه با ما همراه بودید و خدا نگهدار.